دوستان بسیار عزیز و بینندگان گرامی، خوشحال هستیم که در خدمت شما هستیم و از یک برنامه دیگر پایه های ایمان خدمت شما سلام عرض میکنم. سلام گرم من و هم بیننده خیلی دوست داشتنی از استودیوی لندن پذیرا باشید. من هم خیلی خوشحال هستم که میتونم در یک پنجشنبه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. بله، خدا رو شکر پنجشنبه دیگه رسید. بله واقعا. ولی چه پنجشنبه ایه؟ آخه دست رو دلمون نزن. پنجشنبه گرمی دردناکی هست. آره. احساساتمون امروز کم غلیان کرده. آره، شنیده بودیم که یک شنبه سیاه و جمعه سیاه و ولی پنجشنبه بله واقعا ممکنه برای دوستان سوال باشه چرا اینقدر دردناک هست براشون. آره. حالا نمیدونم الان بگیم بهشون بعدن میتن یا بعد از معرفی مهمان. فکر میکنم یه خود میدونن روز تا جان، بخاطر اینکه آره یه چند بار ما تکرار کردیم، صحبتو کردیم. میخوای شما یه توضیح مختصر بدی؟ دوستان عزیز، همینطور که ممکنه شما شنیده باشید، دیروز هم در اینجا برنامه بود در رابطه با رسیدن به اتمام رسیدن برنامه های زنده ما در این مقطع و امروز متاسفانه آخرین برنامه پایه های ایمان هست که ما در خدمت شما خواهیم بود با مهمان عزیز برنامه. نمیدونیم در آینده فرمت جدید برنامه ها دقیقاً چطور خواهد بود و آیا چنین برنامه های ادامه دار خواهد بود یا نه، ولی اینو میدونیم که امروز آخرین روز این برنامه ها هست و خوشحال میشیم دوستان اگر در رابطه با برنامه های پایه های ایمان نظرات، پیشنهاداتی دارید یا میخواید تشکرات قلبیتون رو از مهمانانی که ما داشتیم در این برنامه ها ابراز بکنید، راحت باشید و با ما از طریق پیامکاتون در طول برنامه در تماس باشید. برنامه تن عزیز، چیز دیگه شما میخواین اضافه بکنید؟ بله، البته عرض بکنم خدمت شما و مهمان گرامی که تا چند لحظه دیگه معلوم خواهد شد که کی هستن. دردناک که میگیم عزیزان، نمیخوام خیلی بزرگش کنیم، غمگین و ناراحت. ما اتفاقا خیلی خوشحال هستیم که اینجا در خدمت هستیم. خوشحال نیستیم که آخرین برنامه هستش، ولی باور داریم که دردناک بودنش برای ما اینه که در این مدت تعطیلاتی که هستش، دو ماه که ما هم واقعا تعطیلات نیست که بریم دنبال سفرها و غیره اینا، ما هم داریم دنبال برنامه‌هایی هستیم که دوباره از مهر ماه بیایم در خدمت شما عزیزان باشیم. ولی در این مقطع دردناکش برای من، مطمئنم برای روزیتا جانم اینطوری خواهد بود، اینه که شما رو واقعا دلمون تنگ خواهد شد، دلتنگی خواهد بود و دردش از این بابت خواهد بود، وگرنه نمیخوایم شما رو دلسرد بکنیم. مطمئنن با برنامه‌های جدیدتری خواهیم آمد به فیض خدا و خیلی برای ما مهمه که شما نظر بدید. برنامه مال شماست و ما مجریان هستیم، ولی بینندگان شما هستید. شما در نهایت باید به ما بگید که آقا این ساختار نه خوب نبود یا خوب بود یا اون قبلی بهتر بود یا هر چی بود، پس میذاریم به عهده خود شما. اما رستا جان برگردیم به برنامه، چون زیاد ممکنه وقت نداشته باشیم. خب مهمان کی خواهند بود امشب؟ خب کی هستن؟ بله، مثل که برای شما خیلی آشنا. با چه مهمانی قرار هست به اختتام برسه؟ نمیدونم راستش، میخواید بریم ببینیم که چه اتفاق میفته؟ برای شما خیلی آشناست، ولی حالا آره ممکنه شما کمی بشناسینش، ولی فکر کنم آشنا میشین در طول برنامه. آره یه طوری میشه. دوستان پس میریم و از روی گیرنده ها تو مشاهده میکنید مهمان برنامه و موضوع برنامه چی هست. لطفا با ما همراه باشید. خوب خوشحالیم که امروز هم میتونیم در خدمت خرشمیران عزیز باشیم. ما در جلسه گذشته هم در خدمت ایشون بودیم و بحث رشد روحانی رو میخوایم در این جلسه با ایشون به اتمام برسونیم. بعد قبل از اینکه من از خرشمیران سلام علیک گرمی بکنم، میخواستم بگم ما درست خبر تاسف‌آوری به شما گفتیم، ولی خبر خوش این هست که در دو ماه و اندی که در پیش رو خواهید داشت، تکرار برخی از برنامه‌های برگزیده رو شما میتونید مشاهده بکنید. پس کماکان برخی از قیافه‌ها رو شما از طریق تلویزیون نگاه خواهید کرد و از تعالیمی که در گذشته پخش شده میتونید دوباره مستفیض بشید. خرشمیران عزیز، خیلی خوش اومدیم به برنامه آخر پایه های ایمان. منم سلام عرض میکنم به سجه خدمت شما و ویلتن عزیز و همینطور عرض سلام دارم خدمت بینندگان عزیز که با آخرین برنامه پایه های ایمان امروز مهمون برنامه های شما هستیم. اینقدر شما دردناک صحبت کردید آدم گریهش میگیره، ولی خب ما هم بالاخره با
از یه لحاظ ناراحت هستیم که بالاخره مهمون عزیزان بودیم از این تاریخ، اونها ما رو میدیدند، ولی به فیض خدا ببینیم دیگه چی پیش خواهد اومد، چون هیچ کس نمیدونه چه برنامه‌ای خواهد بود. ولی خب باز بینندگان هستن که اگر میخوانیم برنامه و این تصمیم بیننده خیلی تاثیرگذار خواهد بود بالاخره در برنامه های آینده. ولی خیلی خوشحالم که بالاخره در آخرین برنامه هستم که بتونم خداحافظیامو از عزیزان بکنم. خیلی جای برنامه. شما هم خالی خواهد بود، فکر کنم هیچ کدوممون هم نخواهیم بود برای مدتی، ولی خب چقدر باعث افتخار بود خدمت با مهمانانی مثل شما، برادر امیر، برادر آرمان، همچنین خواهر لوئیز عزیز. بله دقیقاً. خب برادر میلتون، شما من گفتید مهمان برنامه رو من خواهم شناخت، ولی ممکنه شما خوب نشناسید. بله نه عجیبه، خیلی ایشون آشنا به نظر میرسن. منم خوشحال هستم شمیران که علاوه بر بالاخره منزل و خونه و ماشین و چه بدونم کارهای زندگی غیره، باز هم اینجا در خدمت خداوندمون عیسی مسیح در این استودیو شما رو میبینم و خوشحال هستیم که با همدیگه میتونیم باز ادامه بدیم این برنامه رو که شما داشتید از قبل، و این آخرین البته تعلیماتی است که از شمیران در این مقطع البته خواهیم شنید. خدا که در آینده هم بشنویم. فیض خدا. دوستان پس ما در یک ساعت اول برنامه بخش تعلیمی برنامه رو خواهیم داشت و می‌خوایم وقتی رو اختصاص بدیم به خوندن پیامک‌ها، سوالات یا نظراتی که شما دارین، چه در رابطه با برنامه و چه در رابطه با برنامه‌های آتی. همونطور که گفتم اگر که تشکرات یا قدردانی‌هایی دارید از مهمانان عزیزی که روز پنجشنبه خدمت کردن، مطمئنم خیلی باعث تشویق و دلگرمی عزیزان خواهد بود که تشویق‌ها و نظرات شما رو هم بشنون. خب خواهر شمیران عزیز، بریم سر اصل مطلب امروز. ما سری درسایی رو با شما داشتیم در رابطه با رشد روحانی که دوستان میتونن از طریق یوتیوب دنبال بکنن، ولی ما در رابطه با عوامل رشد روحانی صحبت میکردیم. میخواین اشاره بکنید که به چه عواملی پرداختیم و امروز به چه عواملی خواهیم پرداخت؟ حتما روستا جان، ما به عوامل اول، به چندین عامل نگاه کردیم، به سه تا عامل. این که عامل اول که باعث رشد روحانی ما میشه، گفتیم ما احتیاج به غذای روحانی داریم و اون غذای روحانی برای ما کلام خداست که باعث رشد ما میشه. و امروز در برنامه آخر میخوام از عزیزان خواهش بکنم که وقتی که میگیم باعث رشد میشه، بخونیم این کلام رو، چون حقیقتا باعث رشد روحانی ما میشه. گفتم احتیاج عامل دوم به نفس روحانی داریم، به نفس و اکسیژن داریم و دعا این نفس روحانی ماست که باعث میشه که ما رشد بکنیم. عامل سوم که هفته گذشته نگاه کردیم، ما احتیاج به سلامتی داریم، گفتم بدن همینطور که باید بالاخره از ویروس و اینا آزاد باشه و تمیز باشه، همینطور از گناه، اعتراف به گناه رو نگاه کردیم که چقدر گناه باعث میشه که ما رشد نکنیم و این گناه باید اعتراف بشه، نه فقط اعتراف بشه بلکه ترک بشه. و عامل چهارم رو که میخوایم نگاه بکنیم اینه که ما احتیاج به خانواده روحانی داریم، احتیاج به خانواده داریم، چون که بچه احتیاج به خانواده داره برای رشد، ما هم احتیاج به خانواده داریم برای رشد، که اون هم مشارکت و رفتن به کلیسا خواهد بود. چقدر عالی. خب میشه در رابطه با اهمیت این مشارکت توضیح بدید که چرا مهم هست که ما به کلیسا بریم و اگه کلیسا هم نیست کلا یک مشارکتی با افراد ایماندار داشته باشیم؟ حتما روستو، چه همینطور که میدونید یک بچه به تنهایی نمیتونه رشد بکنه. اگه بچه رو نوزاد رو یه جایی بذاری شاید بتونه یه مدتی زنده بمونه، ولی رشد طبیعی نخواهد داشت. طبیعتا بخشی رشد یک کودک در خانواده و مخصوصا خانواده سالم داشتن هست. و همینطور هست وقتی که یک ایماندار ایمان میاره در کلیسا، طبیعتا اون اول نوزاده و به تنهایی نمیتونه رشد بکنه و احتیاج داره به یک جایی که ازش مواظبت کنه. همینطور که یک بچه احتیاج به یک آغوش گرم، به یک نوازش، به تعلیم، به تغذیه، به مواظبت بودن. و همینطور هست که یک ایمان، نوع ایمان احتیاج داره و دقیقا این کار رو کلیسا و مشارکت با بقیه ایمانداران این کار رو در زندگی نوع ایمان انجام میده. در حقیقت کلیسا جایی هست که ما از نظر روحانی تعلیم میگیریم و رشد میکنیم و اشخاصی که احتیاج داریم که از یک نوع ایمان، اشخاصی به اشخاصی احتیاج داره که از لحاظ روحانی بهش برسن. و طبیعتا خدا ما رو طوری خلق کرده برای مشارکت. از همون ابتدا گفتیم خدا برای مشارکت انسان رو آفریده. یعنی یک انسان رو برداری بذاری یک جای ایزوله بشه، تنها برای خودش نمیتونه زندگی بکنه. در نتیجه ما همینطور هست ایماندارا و کلیسا عامل خیلی مهمیه.
و چرا اینقدر مهمه؟ وقتی که در عبرانیان باب 10 آیه 25 میبینیم که پولس میگه که از باز آمدن، از گرد آمدن در جماعت غافل نشین. و چنان که بعضی رو میگه عادت هست. چون کلیساست که باعث تسلی دلگرمی میشه، در جایی که ما میتونیم محبت بگیریم، در جایی که ما میتونیم بنا بشیم، در جایی که ما میتونیم تشویق بشیم، در جایی که ما میتونیم تغذیه بشیم. پس خیلی مهمه و خداوند برای جمع ایمانداران وعده ها رو داده و میبینید در متی باب 18 آیه 20 میگه هر جا دو یا سه نفر جمع بشن من در میان اونها حاضر هستم. بله. چون برای خدا کلیسا خیلی مهمه. وقتی یک شخص ایمان میاره، تعالی تازه پیدا میکنه در کلیسا، خدا در یک خانواده شروع به رشد میکنه و کلیسا و جمع مؤمنین اون خاک مناسبی میشن که اون بذر ایمانی که در زندگی یک نوع ایمان کاشته شده شروع کنه به رشد کردن، جوانه زدن و بار آوردن و ثمر آوردن. پس خیلی مهمه. اگه کلیسا نباشه طبیعتاً این رشد نخواهد کرد و اینه که خیلی مهمه که ما واقعا کلیسا رو ارزش قائل بشیم و به خاطر خودمون هست، به خاطر خود ماست که باید بریم. شاید بعضی موقع بگیم که نه کلیسایی لازم نیست، خب برنامه ها هستن، برنامه های تلویزیون هستن. خب این درسته، خیلی عالیه برنامه های تلویزیون برای جایی مثل ایران که بالاخره متاسفانه عزیزان کلیسا ندارن، نمیتونن برن، یا توی جمع بالاخره ترس ها هست، نگرانی ها هست و این تنها یکی از معدود چاره های راه هایی هست که میتونن از این راه تغذیه بشن. ولی برای عزیزانی که میتونن در جایی که آزادی هست و میتونن کلیسا برن، به نظر من خیلی مهمه که آدم کلیسا بره، چون دقیقا رشد اونجا خواهد بود. و فکر نکنیم که وقتی که ما صرفا به خاطر اینکه برنامه رو میبینیم تقریبا پر میکنیم، قسمت مغز رو پر میکنیم از اطلاعات، ولی قلب خداوند در کلیسا هست. آمین. اونجاست که باعث رشد روحانی ما میشه، اونجاست که ما تغذیه میشیم، اونجاست که ما رشد پیدا میکنیم و خیلی مهمه. و بعضی موقع ما شاید ایراد بگیریم، بگیم ایراد که نه، بگیم خب هر وقت وقت کنم، هر وقت نمیدونم مهمون نیاد، هر وقت کارم رو نمیدونم ببندم، هر وقت این نداشته باشم اون نداشته باشم به کلیسا برم و اون رو بذارم، اولویت رو ندم به کلیسا. اینجاست که ما اون ضربه روحانی رو میبینیم، چون کلیسا رفتن به نفع خود ماست، کلیسا رفتن برای خود ماست. من کلیسا باید مرتب میرم برم به خاطر که خودم، برای خودم، اصلا به خودم دارم لطف میکنم، منت نذارم سر شبان، سر خادم. در حقیقت کلیسا برای خود ماست. یعنی یک مثال بزنم، اگه ما نمیدونم بخوایم یک مستجر یه خونه هستیم، یه ماه اجاره بدیم یه ماه ندیم، چه اتفاق خواهد افتاد؟ یا اگه آب و برقمون رو یه ماه بدیم یه ماه ندیم، چه اتفاق خواهد افتاد؟ کار از ما میخوان، یه هفته بریم یه هفته نریم. دقیقاً وقتی که تعهدی به خدا میدیم، وقتی که ما ایمان میاریم، خداوند ما رو در یک خانواده قرار میده، پدر مادر از بچه انتظار دارن بیاد خونه، غذاشو بخوره، بخوابه، اونجا تغذیه بشه. در نتیجه کلیسا همچین حالتی برای ما داره. بچه‌ها میرم ببخشید بین کلامتون و همین صحبتتون که فرمودید و اشاره هم کردید، خب ما داریم صحبت کلیسا میکنیم، مطمئنا میدونیم دو تا معنی داره، یکی محل ساختمان کلیسا، یکی هم کلیسا به عنوان جمع ایمانداران بدن عیسی مسیح. خب در چنین شرایطی که ما در کشور عزیزمان داریم، فعلا کلیساها به اون صورت برای افراد غیر مسیحی اسمی زاده شده مثل آشوری و ارامنه قدغن شده نیستن. آیا بیشتر منظورتون اینه که با همدیگر در یه جا جمع بشن، همون معنی کلیسا رو؟ دقیقاً همونه، نه که ساختمان باشه. کلیسا یعنی فراخوانده شده، یعنی یه عده‌ای که جمع شدن برای یک هدفی، فراخوانده شدن که خدا رو بپرستن. و اون اگه 2 یا 3 نفر کلام خدا در متی 16 میگه جمع بشن، من اونجا هستم. آمین. 2-3 نفر جمع بشن، اونجا کلیساست. کلیسا بدنه، ساختمان نیست. ساختمان عمارته، ولی کلیسا ما هستیم. من 2 یا 3 نفر باشم، اونجا کلیسا خواهد. ولی برنامه از این لحاظ گفتم، بالاخره عزیزان اونجا شاید به صورت ساختمان نیست که عمومی. خب خیلی فرق میکنه وقتی کلیسا ساختمان بزرگه و همه میان. ترس نیست، نگرانی نیست، تشویش نیست، با آرامش میای. صحبت اونجاست. اگر نه، همون 2-3 نفرم هم در ایران جمع بشن، با هم کلام بخونن، یک نوار پرستشی بذارن، همون کلیسا هیچ فرقی نخواهد و کلام رو بالاخره با هم دیگه بررسی بکنن. جالب. خواهش شما گفتین که وقتی ما مشارکت داریم
با هم جمع میشیم برای خودمون منفعت داره، نه تنها برای ما منفعت داره، برای دیگران هم خب نفعش میرسد. شما در دلایل میگین، چون کلمه یونانی کوینونیا خیلی جالب بود نگاه میکردم که میگه یک شراکت دو طرف است که هر دو طرف هم منفعت میگیرن، با هم سهم میشن، تقسیم میشن. هم کاری که کلیسای اولی هم با هم میکردن، نه که جمع میشدن. چقدر جالبه که هم به ما منفعت میگیریم هم دیگران. و مطمئنم شما دلایلی در این رابطه دارید که دقیقاً اینجوریه، ولی اینجوری بگم بیشتر از چیزی که منفعت میدیم منفعت میگیریم. بله. چون خودمون داریم رشد میکنیم. با رفتن به کلیسا عوامل رشده. من میرم به کلیسا، خود من هستم که رشد میکنم. با اینکه بدن با هم هم رشد میکنه. همه با آدم بالاخره تو یک بدن دست هست، پا هست، اینا همه با هم رشد میکنن. نمیشه یک دست بالاخره طولانی بشه، یکی دراز بشه، یک پا، همه با هم باید رشد بکنن. ولی مهم اینه که من بدن به بدن میرم که خودم رشد بکنم. به بدن وصل هستم که چون من عضو هستم، یکی از اعضای این بدن هستم، اونجا میرم که تغذیه بشم و رشد بکنم. پس اینطوری میخوام بگم که وقت رفتن به کلیسا ضمانت سلامتی روحانی ما در رفتن به کلیساست، ضمانت رشد روحانی ما در رفتن به کلیساست، ضمانت قدرت روحانی ما در رفتن به کلیساست، ضمانت داشتن عطایای روحانی و ثمرات روحانی در رفتن به کلیساست. پس خیلی مهمه که ما به کلیسا بریم، که کلام خدا میگه بعضی رو عادت هست که نرن. و اینجا یک کشداری به ما، اگه میخواییم رشد بکنیم، اگه میخواییم مسیح در ما رشد بکنه، مسیح در ما زندگی ما دیده بشه، باید بریم. من شاید میگم به عزیزانی که ندارن، خواهر عزیزمون بعضی موقع از عراق زنگ میزنه فعلا و چقدر قابل واقعا تحسین هستن در این شرایط سخت، ولی چقدر مشخصه که رشد میکنه. طبیعتا یه مقدار فشار میاد بهش، سخته براش. اگه طبیعی در یک جلسات کلیسایی بود خب فرق میکرد یه مقدار، ولی این عزیزان مایه رو میذارن، بها رو میدن و رشد میکنن. اینه که خیلی مهمه اگر ما داریم، میدونید داریم این آزادی رو، این امکانات رو داریم، اگه نکنیم فکر کنه به خودمون ظلم میکنی، به رشد خودمون ضربه میزنی. بله. خیلی ممنون خواهشم را میبخشید. زهره عزیز پشت خط هستن. بله. سلام زهره عزیز، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سلام دوستان عزیزم. سلام. سلام خواهشم ایران. سلام برادر دانیل رضوی عزیز، خیلی ازتون متشکرم. ممنون. ممنون، بفرمایید. خیلی ازتون ممنونم. میخواستم من دیشبم خواستم تماس بگیرم، موفق نشدم. خواستم خدمتون بگم که شما خودتون نمیدونید که دارید با این کارتون چقدر برکت به ما میدید. الان بله رد شد مثل اینکه زهره جان. بله صداتون، زهره جان صداتون متاسفانه قطع شد. نه. ممنون میشه اگر مجددا سعی کنید با ما تماس بگیرید، ولی ممنون برای چند جمله ای که ما شنیدیم از شما و بله منتظر تماس مجددتون هستیم. خواهش میران عزیز، پس ادامه بدید. واقعا خیلی ممنون زهره جان از همین دو کلمه‌ای که تشویق کردید، واقعا باعث برکت ما هست و خدا رو شکر میکنیم و خوشحالیم اگر تونستیم باعث برکت یک نفر بشیم و عزیزانی مثل شما، تشویقای شما باعث میشه که ما ادامه بدیم. خدا برکتتون بده. خود اون دلیلی هستش برای این که ما در خدمات باشیم. آمین. در همین راستا چه دلایلی برای رفتن به کلیسا داریم شمیران؟ این چیزایی که فهمیدید پیش مقدمه خیلی درسته، ولی آیا دلایل دیگری هم وجود داره که ما باید به کلیسا بریم؟ حتما اشاره خواهم کرد که بدونید که چقدر مهمه. دلیل اول به خاطر که خود خدا از ما میخواد و میخواییم با خدا رو اطاعت بکنیم، میخواییم به عنوان یک ایماندار پدر روحانیمون رو اطاعت بکنیم. در نتیجه همین که در عبرانیان میگه غافل نشید، خودش اینه که ما بریم به کلیسا. وقتی میگه دو نفر یا سه نفر جمع بشید، به حالت بالاخره امری که نیست، ولی خدا میخواد که ما با مؤمنین دیگه، با اعضای دیگه. چون میلون عزیز، چون که میدونیم ممکنه تلفن قطع بشه از کشور هستش، برمیگردیم به تلفن. حتما خواهش. بله سلام، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سلام زهره هستم، تلفنم قطع شده. سلام مجددا زهره جان، بفرمایید. به امید خدا که قطع نشه این بار. خیلی متشکرم. نمیدونم دارم که بتونم حق مطلبم رو ادا کنم و تلفن به من یاری کنه. اینو خواستم خدمتتون بگم که من دوستم توی سوئد بود، خانم برای من وقت میذاشت، به تابستونشون خورده بود، دو سه ماه تونست با من کمک کنه من یه مقدار حرکت با عیسی مسیح رو متوجه بشم، ولی بعد از اون دیگه کارهای ایشون زیاد شد، خدمتش که کلیسا خدا رو شد تو اینها
شما نمیدونید که چقدر برنامه های شما همراه با شما فیلمایی که توی تصویرنامه پخش میشه مستند آب حیات و اینها چقدر کمک شما دوست روحانی من شدید که من با شما با برنامه های شما مشارکت داشتم توی این که زندگی مسیحی رو یاد بگیرم و دوستانم خدا رو شد اینجا تعداد زیادی بعد از ایماندار شدن من ایماندار شدن برنامه ها رو نگاه میکنن یاد میگیریم حرکت میگیریم متوجه میشیم فتاشه مسیحی هست زندگی مسیحی چه چیزایی ما باید چی کار کنیم دعا کردن خیلی به هر حال همه برنامه هاتون عالیه همه تون خیلی خوبی من مطمئنم خداوند شما رو اونجا گذاشته که این برنامه ها برای ما درست کنیم و مطمئنم خودش هم همچنان قوت و هدایت رو به شما میده ولی واقعا اگر ما تماس نمیگیریم دلیلش این نیست که نیستیم ما هستیم ولی خب حالا شرایط ممکن اقتضا میکنه که ما نمیتونیم خیلی تماس با شما داشته باشیم به هر حال ایرانی یا میخوایم برنامه رو قطع نکنیم برنامه رو دنبال کنیم که مثلا وقت شما بیشتر باشه به هر حال هم وظیفه هم دونستم که ازتون تشکر کنم بعد از این مدت همراهی خیلی ممنونم خدا برکت بی‌نهایتی بهتون بده هم که خواهش میکنم که لطفاً این برنامه رو بیشتر از یه جلسه ادامه بدید برنامه الهیات مسیحی روش داریم ما خیلی بهش احتیاج داریم ببینید یوتیوب هست اینها هست ولی ما توی اینها خیلی مشکل داریم دسترسی به یوتیوب سرعت اینترنتمون فیلتر شکنمون خود من با اینکه اهل تکنولوژی هم شاید به هر حال دوست دارم دنبال میکنم به سختی میتونم به اونا دنبال کنم ولی اینجا میشینم پای تلویزیون زنده نگاه میکنم به دوستان میگم خلاصه حواستون به ما باشه اگه ما زنگ نمیزنیم هستیم داریم برکت میگیریم خدا داره کارش انجام میده و خواهش میکنم که برای اینا وقت بذارید بازم ازتون خیلی ممنونم دعاگوتون هستم از دیشب تصمیم گرفتم بیشتر براتون دعا کنم برای اینکه احساس کردم که ما دعا کنیم شما ما رو احساس کنید بدونید ما هستیم مرسی زهره جان برای تماستون، صحبت‌های تشویق‌آمیزتون و برای اینکه چقدر باعث دلگرمی هست که شما برنامه‌ها رو نگاه می‌کنید و ما درک می‌کنیم اگر امکان تماس نیست ولی مهم این است که بتونید از برنامه‌ها استفاده بکنید ما هم شما رو فراموش نمی‌کنیم. هاشم ایران عزیز واقعا خیلی ممنون زهره جان واقعا از تشویقاتتون ما برای همین هستیم اگر نباشیم من بدونید که در دعاهای ما هستیم و خداوند بهترین ها رو باز میاره براتون خدا برکتتون بده این واقعا باعث بر تشویق و برکت ماست دقیقاً آمین مرسی واقعا روتون رو میبوسیم از راه دور آمین خب ادامه بدیم خواهش می‌کنم حتما نکته اول پس گفتم بخاطر اینکه خود خدا از ما میخواد و باید اطاعت کنیم نکته دوم موقعیت خوبی برای پرستش با هم هست یکی از کارهای کلیسا با هم بودن پرستشه و چقدر در خیلی اتفاقا در پرستش میفته خیلی ملاقات ها در پرستش میشه خیلی پیغام ها با بین خود شخص و خدا در پرستش ها ملاقات ها میشه ما احتیاج به غذای روحانی داریم ما میریم اونجا که غذای روحانی بگیریم رشد بکنیم شنیدن کلام خدا ما رو کمک میکنه که در مسیر زندگی روزانه ما راهمون رو پیدا بکنیم میریم به کلیسا به خاطر اینکه دوستان برادران خواهران دیگه پیدا بکنیم که ما رو کمک بکنن و این خیلی مهم هست وقتی ما میریم کلیسا با افراد جدید آشنا میشیم و خواهر برادرانی پیدا میکنیم که بعضی موقع حتی وقتایی که احتیاج داریم به هم دیگه میرسیم به کلیسا میریم به خاطر اینکه ما اونجا هست که شاگرد مسیح میشیم و اون شاگرد سازی رو اونجا یاد میگیریم شاگرد اونجا میشیم خودمون شاگرد میسازیم از ما شاگرد عیسی مسیح میسازن اونجا در شیخمه این اتفاقا در کلیسا اتفاق میفته در صحبت اینجا کلیسا یعنی بودن مشارکت مؤمنی با هم دیگه نه صرفا در یک ساختمان ما مشارکت داریم با ایمانداران چون باعث تشویق یک دیگه میشیم باعث تشویق رهبر حتی جلسات میشیم خادم خدا میشیم و ایشون باعث تشویق ما میشن باعث تشویق دیگر خواهر برادران میشیم با یه سخنی که میگیم با یک دعایی که میکنیم پس این خیلی مهمه در زندگی ما مسیح نیست ما رو تشویق میکنه وقتی ما در یک محیط روحانی در یک محیط ایمانداری هستیم خیلی چیزا کلام با کلامش خداوند ما رو تشویق میکنه ما رو تسلی میده ما رو بنا میکنه اینا در مشارکت با ایمانداران در جلسات اتفاق میفته کلیسا کمک میکنه که ما عطای روحانی خودمون رو پیدا بکنیم من چه عطایی دارم شاید خودم تک تنها ندونم کما که خیلی وقتا سوال میپرسن چجوری بتونم عطایامو پیدا بکنم ولی در جمع ایمانداراست در این بدن هست که من عطایامو
پی میبرن خدا من چطور باید به کار گرفته بشه برای دیگران میشه در جمع دقیقاً تنهایی نمیشه برای بنای بدن هستش دقیقاً اینجوریه در کلیسا توسط دیگران مورد توجه و محبت قرار میگیرن و دیگران رو نیست من خودم محبت میکنم به اونا توجه میکنم و اینا در جمع اتفاق میفته در یک جای تنهایی هیچ کس به من شاید توجهی نکنه در مورد کارهای زیبای خداوند از هم دیگه میشنویم شهادتهای عالی در کلیسا هست که میشنویم که خداوند در زندگی این خواهر برادر چیکار کرده و واسه برکت من خواهد بود و برای من دعا میشه من برای دیگران امکان دعا دارم و این در مشارکت اتفاق میفته که من برای یک عزیزی دعا بکنم اگه عزیزی برای من دعا بکنه و آدم چقدر میبینی معجزات اتفاق میفته در این دعاها در این بشارت ها در این صحبت ها در این مشارکت ها دقیقا خداوند کار میکنه و روش عالیه که برای بچه های ما بخوان رشد بکنن یاد بگیرن در کلیساست کانون شادی میرن اون ترس خدا از همون بچگی در کلیسا هست من یادم مادر ما رو میبرد و چقدر تاثیر داشت بعضی موقع شاید خوابمون میبرد ولی کلام بعضی کلام کاشته میشه خدا رو احترام میکنیم و چقدر مهمه که ما با رفتن اون خدا رو احترام میکنیم خودمون رو احترام میکنیم به عنوان فرزندان خدا ولی خدا رو بیشتر کمک میکنه رفتن برای کسایی که در شرایط سخت اون قدرت رو پیدا بکنیم که بتونیم تحمل کنیم خیلی ها در شرایط سخت اومدن کلیسا یک آرامشی پیدا کردن که خداوند بهش اون قدرت رو داده که بتونن سختیاشون رو تحمل بکنن و این در بودن با همدیگه امکان داره آرامش و شادی میگیریم چقدر بوده که طرف با ناراحتی اومده با قرصای چیز میخورده آنتی دپرشن ولی وقتی که اومده کلیسا وارد شده شهادت داد که آرامش اومد شادی خداوند اومد اینجا در بودن با هم دیگه هست چون خدا میگه من با شما هستم در بودن با هم دیگه به زندگی روحانی ما هدف میده ما وقتی که در مشارکت هستیم زندگی روحانی ما هدفمند میشه شهادت دیگر ایمانداران بر ما اثر میذاره و فرصت داریم ما شهادت بدیم از کارهایی که خداوند در زندگی ما کرده این در مشارکت اتفاق میفته و اینه که مسئله دیگه این که باعث بیداری روحانی ما میشه ایمان ما به خداوند روز به روز زیاد میشه پس ببین اگر اینا رو نگاه کنیم فایده ای رو که ما به کلیسا میدیم و فایده ای رو که کلیسا به ما بودن با هم دیگه میده در چی بر همینه من میگم که خیلی مهمه ما لطف به خودمون میکنیم به کلیسا میریم برای رشد روحانی خودمون هست منفعتش برای درسته برای کلیسا هم هست چرا مسیح گوسفند میگه شبان و گوسفند چون گوسفند از هر لحاظ برای شبانش منفعت داره ما ایرانی ها به کله پاچش هم رحم میکنم گوش و چشم و زبان و همه رو کله پاچه در نتیجه هم گوسفنده که منفعت میرسونه برای شبانش و هم شبان هست که باید مایه بذاره برای پس خواهش میکنم وقتی صحبت از مشارکت میشه باید بین ایمانداران باشه یعنی ایماندار با ایماندار هست که میتونه مشارکت واقعی داشته باشه نه یا به کسی هم که غیر ایماندار هست میتونه شراکت داشته باشه صحبت ما مشارکت ایمانداری است وقتی که میگیم فراخوانده شدن کلیسا یعنی فراخوانده شدن جدا شدگان اونا که از دنیا جدا شدن و به چیز دیگه تسخیص داده شدن میدونی کلیسا اونه جمعی ما بدن مسیحه پس در بدن مسیح نمیتونه یک عضو دیگه باشه درسته جایی هست که گناهکار میاد ولی نجات پیدا میکنه کلیسا جایی هست گناهکارا میان شفا میگیرن نجات پیدا میکنن آزادی میگیرن همه چی هست اتفاق میفته من میگم هم بیمارستان هم تیمارستان هر چی بگی ولی حضور خدا اونجا هست هم شفاها انجام میشه همه چی انجام میشه ولی بودن ایماندارا ولی این دلیل نیست که بگیم ایماندارا هستن و دیگران هیچ کس نباید بیاد نه در کلیسا برای همه بازه ولی اونجا که میای بالاخره جایی هست که حضور خداست یعنی در اصل اون مشارکت اساسی و درست چون که هر مشارکتی هم ممکنه صرف این که در کلیسا باشه درست نباشه ولی بگیم که بر اساس کلام خدا اون چیزی که هستش وقتی که مشارکت بین ما هستش اون وقت مشارکت با افراد دیگر رو میتونیم محک بزنیم ببینیم که آیا واقعا به درد من میخوره با یک تاریکی در اصل اینطوری بگیم دیگه مسیح فرمود نور رو با تاریکی چه شراکت تاریکی که میگیم بی‌احترامی نشه برای کسانی که ایمان نیاوردن ولی در دنیای تاریک در دنیایی که با دنیای ما دیگر سازگار نیستش اون وقت مشخص میشه که وقتی که من با شما عزیزان مشارکت دارم میرم با افراد دیگه‌ای که هستن مشارکت خواهم داشت بعد میبینم که
این منو بنا نمیکنه، چون اتفاق افتاده برای همه ما دیگه. من نیستم اون شخصی که میرفتم و غیره دنبالی جنگ. این میخوام بگم که در کلیسا اتفاق برای ما در بیداری روحانی باز میشه که مشارکت هامون رو با چه کسانی داشته باشیم. دقیقاً. و این نکته میخوام اشاره کنم، به عنوان کلیسا ببین، فرد برای خدا خیلی مهمه ولی کلیسا مهمتر، چون بدنش هست، عروسش هست، قلب خداوند در کلیسا میتپه، حضورش اونجا هست. همینطور که در عهد قدیم میبینید، عهد عتیق در خیمه بود حضور خداوند و همیشه در روز با قوم بود، حضورش با ابر و با آتش، حضورش مخصوص با جمع ایماندارا هست. یعنی وقتی ایماندارا جمع میشن حضور خدا اونجا هست و چون حضور مقدسه، حضورش اونجا هست، در نتیجه اتفاقات اونجا میفته. در چه خیلی مهمه که ما بدونیم برای خدا، برای مسیح کلیسا خیلی مهمه و همینطور که برای او مهم باشه، برای ما هم مهم باید باشه و احترام قائل بشه. آمین. شما اتفاقا از عبرانیان 10 که خوندین، یک نکته تو قسمت آخر این آیه میگه، میگه به خصوص اکنون که شاهد نزدیکتر شدن آن روز هستیم که روز بازگشت مسیح هست. به این امید هستیم که عیسی مسیح به زودی برمیگرده. حالا این زود کی میشه نمیدونیم، ولی اینم به ما انگیزه میده که با هم جمع بشیم، همدیگر رو دلگرم بکنیم، تشویق بکنیم. خیلی ممنون خرشمیران برای مطالب مهمی که در رابطه با مبحث کلیسا گفتین. قبل از اینکه کمی در رابطه با مبحث بشارت با هم صحبت بکنیم، یک استراحت کوتاهی میخواییم بکنیم و برمیگردیم بحثمون رو با شما ادامه بدیم. دوستان کماکان منتظر دریافت پیامک های شما هستیم، هر جمال چند نفر شما عزیزان رو دریافت کردیم، ولی خطوط ما بازن و راه های ارتباطی برای دریافت تماس ها و درخواست های دعای شما. پس با ما همراه باشید. تو بچینه
دوستان میخواییم بحثمون رو ادامه بدیم با خرشمیران عزیز. فقط دوباره میخواستم بگم بهتون که من پیام‌های شما رو منو بردمیتن دریافت میکنیم و سوالاتتون رو منتظر هستیم که بحث خرشمیران امروز به جایی که قرار هست برسه و ما وقتی رو در پایان اختصاص دادیم به طور خاص برای خوندن پیام‌ها و سوالات شما. خب خرشمیران، شما در رابطه با اهمیت مشارکت مسیح مطالب مهمی رو گفتین. دو تا از دوستان سوالاتی داشتن که بعداً من میپرسم، اما میخواییم کمی در رابطه با اهمیت بشارت بگیم، چون به نظر میاد بشارت دادن هم در رشد روحانی ما نقش مهمی داره. حتما روزی تو، به خاطر اینکه همینطور که گفتم ما احتیاج، همینطور که خانواده باعث رشد میشه احتیاج به تحرک و حرکت داریم، احتیاج اکسرسایز بالاخره با تمرین، و این بشارت ماست. چون یک عضله رو، یک ماهیچه رو بخوای هی تمرین بدی رشد میکنه، بالاخره کلفتر میشه، بهش برسی، این در تمرین اتفاق میفته. در نتیجه همین بشارت دادن یک تمرین، یک حرکتی که ما این عضله روحانیمون رو به کار میندازیم و باعث رشد میشه، در نتیجه باعث رشد روحانی ما میشه. و میخوام یه مقدار بپردازم، وقتی که میگیم ما باید بشارت بدیم، بشارت یعنی چی؟ اصلا کلمه بشارت، بعضی ها میگن فشارت میکنیم به جای بشارت. بشارت یعنی که با مردم بگیم خیلی ساده، مسیح در زندگی من چی کار کرده، من چی دیدم، چی شنیدم، مسیح در زندگی من چی کار کرده. وقتی این رو با دیگران من در میان میذارم میشه بشارت. وقتی که من میگم که مسیح در زندگی من چی کار کرده، بشارت نقطه جوش ایمان من هست که از من میجوشه و سرازیر میشه به دیگران. و این خیلی مهمه که ما بدونیم چقدر مهمه. اگه یه لحظه به کلیسای اولیه نگاه کنیم، در کلیسای اولی میبینیم، کلیسایی که در اورشلیم بود، از طریق بشارت پولس و پتروس و شاگردان رشد کرد و دنیا رو گرفت. و قدرتی رو که خدا به ما داده در اعمال 1 میگه چون روح القدس بر شما بیاید قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید. شاهد همون شاهد اینه که کسی که خداوند در زندگیش یک کاری انجام داده شاهدش میشه. و یه مقدار میخوام اینجا بپردازم به این نکته ای که وقتی که ما میگیم بشارت بدم، چون من این کلمه رو از عزیزان شنیدم وقتی که میگن که شما دارید تبلیغ میکنید مسیحیت رو، بخوام یه مقدار بین مبشر و مبلغ اینجا فرق رو بذارم بر عزیزانی که بعضی موقع گیر میدن میگن شما دارید تبلیغ میکنید مسیحیت رو. مبلغ کسیه که یک چیزی رو تبلیغ میکنه ولی نه صرفا خودش استفاده کرده باشه. خیلی ها میستن تو خیابون تبلیغ میکنن یک شامپوی رو، یک موادی رو، یک ظرفی رو که نه اینکه صرفا خودشون استفاده بکنن، چون بالاخره پول میگیره بر اون کار ممکنه تبلیغ بکنه. ولی مبشر کسیه که بشارت میده، چیزی رو که در زندگیش اتفاق افتاده داره بر دیگران انجام میده. ولی ممکنه مبلغ این کارو نکنه، ممکنه اون مواد رو اصلا استفاده نکرده باشه ولی داره تبلیغش رو میکنه. ولی کسی که تبشیر کلام خدا رو میکنه، کسی که بشارت میده، کسی شهادت میده که مسیح در زندگیش کار کرده، زندگی کرده، لمس کرده، در نتیجه ما تبلیغ نمیکنیم، ما بشارت میدیم، به دیگران میگیم که مسیح در زندگی ما چیکار کرده. و این خیلی مهمه. برای اینکه اینجا خواستم بگم که تبلیغ نمیکنیم، بشارت اینه که اتفاقی که در زندگی ما افتاده به دیگران بدیم. چقدر عالی. و ما چرا باید بشارت بدیم خرشمیران؟ چرا مهم هست بشارت؟ چرا اینقدر مهمه؟ باز خود مسیح وقتی که میگه هر چی از کلام، از رفتن به کلیسا نگاه کنید، امر خداونده. خود مسیح میگه، میبینی در متی 28 اون میگن ماموریت بزرگ خداوند، رفته میگه همه امت‌ها را شاگرد سازید و شما تا انقضای عالم من همراه شما هستم. اول میگه قدرت آسمان و زمین به من داده شده، رفته همه امت‌ها را شاگرد سازید، امر خداونده باید بدید. دومی که نیاز جهان اینقدر عظیمه، اینقدر تعداد نجات یافتگان نیافتگان زیادن که این اصلا من و شما رو وا میداره که فکر بکنی برای اون. دقیقا دارن مردم میمیرن، مزد گناه موته، مردم در گناه باشن میمیرن، در نتیجه ما باید هلاک شدن هست، هلاکت ابدی هست، فقط در جسم نیست. و نکته سوم این که انسان گم شده نیازمند عیسی مسیحه، گم شده. لوقا باب 15 داره مثال های سکه گم شده، گوسفند گم شده، پسر گم شده، انسان ها گم شدن و احتیاج دارن که پیدا بشن.
و مسیح این ماموریت رو به کلیسا به من و شما داده، فرزندانش داده که دنبال گمشده ها بریم و بیاریم. نجات از آن اوست، ولی پیدا کردن این گمشده من و شما است که بیاریم و نجات رو خود خداوند عیسی مسیح میده. و مسئله اینه که خدا ما رو برگزیده، کلیسا و فرزندانش رو برگزید که خبر خوش رو برسونن. دوم قرنتیان 5 20 آیه 20 میگه ما ایلچیان، ما سفیران خدا هستیم که از طریق ما به دیگران پیغامش رو بده. در نتیجه پس خیلی مهمه، چون خدا ما رو انتخاب کرده. و مسئله اینه که مسئله پنجم اینه که خدا نمیخواد هیچ کس هلاک بشه. برای همون ما باید بدیم. دوم پتروس 3:9 چی میگه؟ میگه حتی خدا در اومدنش تأخیر میکنه به خاطر این نیست که نمیخواد بیاد، به خاطر اینه که نمیخواد هیچ کس هلاک بشه. میخواد همه نجات پیدا بکنن. پس خیلی مهمه، از این نظر مهمه که خدا، خود خداوند ما رو انتخاب کرده، احتیاج زیاده و خداوند نمیخواد هلاک بشن. برای همون بشارت خیلی مهمه، اون چه که اتفاق در برای زندگی ما افتاده، اون حیات جاودانی، اون نجاتی رو که ما داریم، شادی آرامشی رو که داریم، با عزیزان در میان بسازیم. چقدر عالی. بله، شما نکته ای هست که میخواین اضافه کنین به این مطالب غنی که خواهش امیران گفتن؟ بله، نه واقعا مطالب انقدر غنی هستن، راستش خیلی هم نمیخوایم مزاحمشون بشیم. بله. چون میدونم که وقت ما ممکنه کفاف نده، ولی همونطوری که فرمودن باید فقط در بشارت مواظب باشیم، فشارت ندیم، یعنی فشار وارد نیاریم و مبلغ نیستیم، چون که معمولا اجناس رو تبلیغ میکنن، ولی واقعیت رو باید در زندگیمون نشون بدیم. آمین. بله، چقدر شکر. خب خواهش امیران، چه کسی میتونه برای ما الگو و نمونه ای از بشارت باشه که به ما کمک بکنه الگویی داشته باشیم؟ کلام خدا الگوی زیادی رو به ما، خود عیسی مسیح در وهله اول اولین نمونه الگوی ماست، چون همه جا میگه دلش میسوخت برای مردم. هر جایی که جمعی بود بلند میشد، پیغامی رو میداد، شفایی رو میداد. امکان نداره در کلام نگاه کنید یک جایی مسیح رفته باشه و اتفاقی نیفتاد باشه. دقیقاً. و شاگردان مسیح بزرگترین نمونه به نظر من از بشارت در کلام خداوند پولس هست. و رسالاتی که می‌نویسه، 13 تا رسالات، کلیساهایی رو که بنا می‌کنه. پتروس هم هست، فیلیپوس هم هست. فیلیپوس اصلا میگه مبشر بود. ولی پولس نمونه عالی برای خود من در بشارت، میتونم بگم اصلا اون اول ایمانم پولس بوده. و وقتی که مخصوصا در اول قرنتیان باب 11 آیه 1 وقتی که میگه که به من اقتدا کنید چنان که من به مسیح، یعنی از من سرمشق بگیرید چنان که من از مسیح، چقدر میگه وای بر من اگه بشارت ندهم. از انجیل مسیح در رومیان 1:16 میگه آر ندارم قوت خدا. خب اینجا شما میرم من بدان توی حرف شما، اینجا پولس رسول که میگه به من اقتدا کنید یا از من سرمشق بگیرید، آیا به خاطر غرورش میگه؟ آیا برای چی داره این؟ آخه آسون نیست آدم بره بگه از من سرمشق بگیرید. جریان چیه پولس؟ سوال خوبیه، چون بعضیا فکر میکنن آدم اینقدر مغرور بوده که آره بگه که من به من نگاه کن. چون میدونید اون موقع کلیسای قرنتوس خدمات مسیح و خود عیسی مسیح رو ندیده بودن. بره. و فقط پولس بود. و در نتیجه کلام خودم موقع به نگارش در نیامده بود. بله. و پولس نمیتونست بگه که به مسیح نگاه کنید، چون ندیده بودن، نشنیده بودن، نه کلام خدا رو داشتن که بگه کلام رو بخونید. در نتیجه برای یک نوع ایمان بخوای بگی که مسیح چیه، باید یک نمونه زنده یک ایماندار رو بیاری بگی به این نگاه کن. در نتیجه وقتی میگه چون هیچ کس رو ندیده بود و کلیسای قرنتوس هیچ ایمانداری رو ندیده بودن، هیچی نمیدونستن از کلام، کلام نبود اون موقع، در نتیجه به قوت، به اقتدار میگه میخواید به عنوان یک ایماندار، زندگی یک ایماندار نگاه کنید، از من سرنخش بگید چنان که من از مسیح فروتنی رو اینجا میرسونه. اگه همه جا میگفت در اتفاق اول قرنتیان باب 4 آیه 16 هم همین رو میگه، میگه التماس میکنه، بعد میگه به من اقتدا بکنید. و این خیلی مهمه که انقدر ما به اون حد برسیم. بعضی موقع خادمی میگه به من نگاه نکن، به مسیح نگاه کن. ولی باشد مثل پولس به جایی برسیم که واقعا بگیم که از من سرمش بگیری. در بعضی چیزای روحانی از من سرمش بگیری. بر همون اونجا پولس میگه که به من اقتدا بکن. ایشون مثل یه انجیل سیار بودن. بله. انجیل نداشتن ولی خودش حرکت میکرد، مثل یک انجیلی بود که نشون میدن. مرسی برای زندگیش بشارت. بله. حرفش بشارت. شمیره، آیا واقعا به عنوان ایمانداران برای بشارت دادن باید آمادگی لازم رو داشته باشیم یا در هر وقتی میتونیم بشارت بدیم؟ 100% میدونید هر چیزی آمادگی میخواد و مهمترین آمادگیمون اینه که ما
خودمون اون ملاقات با خدا رو داشته باشیم، خودمون اون اتفاق افتاده برامون، اتفاق افتاده باشه برامون، تغییر اتفاق افتاده باشه. بدون آمادگی هیچ کاری رو نمیشه انجام داد. آمادگی 100% میخواییم و بعد حتما قدرت‌های ابزارهایی رو میخواییم، ولی آمادگی مهمترین آمادگی اینه چطور من میتونم به یک شخصی از مسیح بگم که هنوز خودم او رو ملاقات نکردم، هنوز خودم هیچی ازش ندیدم، نمیتونم بگم. پس اولین چیز آمادگی خودمون رو خودمون کار کنیم رو زندگی روحانی. وقتی خودمون ملاقات رو داشته باشیم، خودمون اون اتفاق در زندگی ما انجام شده باشه، اون موقع میتونیم با جرأت به دیگران بگیم. حتما آمادگی میخواد خودمون ما. چه سلاح‌های دیگه‌ای هست که میتونه به ما کمک بکنه در امر بشارت دادن خرشم ایران؟ حتما فکر کنم دیگه داریم تون تون میریم، ولی خب خدا رو شکر حتما ما برای بشارت ابزارهایی میخوایم، سلاح‌هایی میخوام که اولیش پوری روح القدس. ما وقتی ایمان میاریم خدا روح خودش رو در ما میذاره، همکاری با روح القدس، پوری روح القدس ما رو خیلی کمک میکنه. بر همون مسیح در عملیه کش گفت چون روح القدس بر شما بیاد قوت خواهید یافت و شاهدان من خود. روح القدس قدرت میده، روح القدس شهامت میده، روح القدس محبت میده، روح القدس تسلی میده، روح القدس حکمت میده، روح القدس دل مردم رو ملزم میکنه، روح القدس عطایا میده. پس خیلی مهمه که ما همکاری بکنیم در بشارت با روح القدس. مسئله دوم اینه که دعا روزه خیلی ما رو کمک میکنه. اینا خودش مباحثیه که ما خیلی میتونیم روش صحبت بکنیم، ولی من بسنده میکنم چون وقت کمه. دعا روزه ما رو خیلی میتونه مجهز بکنه. دانستن کلام خدا خیلی ما رو میتونه مجهز بکنه. خوندن کلام خدا، اون اول خیلی صحبت کردیم چرا باید بخونیم، چطور باید بخونیم، چون همین ما رو مجهز میکنه. وقتی صحبت میکنیم از کلام بگیم و در طرف اثر خواهد گذاشت. در میا 23:29 میگه خداوند کلامی رو، خداوند میگه کلام من مثل آتشه نیست و چکشی که صخره رو خرد میسازه. بعضی موقع در بشارت میخوام به این نکته بپردازم، ما فکر میکنیم من باشم، من میخوام این چکش باشم که این عقیده و ایمانش شخص رو خورد بکنم، این باورش رو خورد بکنم. من نمیتونم، انسان نمیتونه باور و عقیده یک شخص رو خورد بکنه، ولی کلام خداوند قادر هست، قدرت داره. شمشیر دو طرف هست و چکش فرو رونده هست، خورد کند هست. اون چکش میتونه، اگه من مجهز به کلام خداوند باشم و این کلام رو بشارت بدم، این کلام میتونه باور اون شخص رو اگه اشتباه خورد بکنه، ایمانی که اگه اشتباه خورد بکنه، هر چیزی که اشتباه خورد بکنه و از اول بسازه. پس اون اجازه بدیم کلام خدا هم این خیلی کمک میکنه. ابزار بعدی اشتیاق علاقه ماست. بعضیا متاسفانه اشتیاق ندارن اون چیزی که خدا در زندگی خودشون انجام داده به دیگران بگن. و فکر کنم این مقدار یه مقدار ما رو خود محور میکنه، خودخواه میکنه. ولی اگه اشتیاق داشته باشیم به دیگران بگیم، خودمون هم رشد میکنیم. طبیعتاً یه چیزی رو تکرار بکنید، هم باورش هم ایمانش هم همه چیز رو در ما زیاد میکنه، در چه ما رو کمک میکنه. و نکته بعدی، زندگی ما باید طبق کلام خدا باشه. شهادت ما، زندگی ما بیشتر از بلندتر از حرفامون حرف میزنه، کار میکنه. کاملا درسته. خواهشم قبل از اینکه توضیح بیشتری بدیم، فرح عزیز پشت خط هستن. سلام فرح جان، در خدمتتون هستیم، بفرمایید. سلام روزی جان. سلام خدمت شما، خیلی خوشحالیم صداتون رو میشنویم. الهی من فدایه ممنون. الهی من فدایه شما برادر میتونم و خانم شیمران بشم. اختیار دارید، خدا نکنه ممنون. خدا برکتتون بده. روزی جان باورم نمیشه باهات دارم حرف میزنم، انگار تو رویاها. ما هم خیلی خوشحالیم فرح جان که صدای شما رو روی ایر داریم و میشنویم، خیلی باعث شادی هست برای ما. بفرمایید خانم شیمیران. بفرمایید. من همسایه ها وقتی میان با من درد و دل میکنن، چون من خودم رو قابل نمیتونم، میبرم تو اتاقم، میگم خودت با حضرت عیسی صحبت کن، این کار من که گناه نداره. نه عزیز، اصلا گناه نداره، ولی من پیشنهاد میکنم همینطور خودتونم تو اتاق باشون باشین و دعا کنین براشون. قابل هستین، شما فرزند خدا هستین. شما اینقدر پیام های عالی میدین، خدا میتونه از طریق شما با اونا صحبت کنه. دست بذاری روشون دعا بکنید، شما میتونی باشون صحبت کنی و خدا از طریق شما پیغامو به اونا بده. مد نگران نباش، روح القدس به تو خواهد گفت که در اون موقع چی بگی. خانم شیمیران خیلی دوستت دارم. منم دوست دارم عزیز، باعث بنا و تشویق ما هستی. و شما رو
الگوی زندگی خودم قرار دادم. خوش با همه برادر میتن که هر روز میبینتش. داری شما آمین. اگر یه روز برادر میتن عذیتت کرد من میام اونجا. مرسی مرسی حتما به تو زنگ میزنم. مرسی لطف داری شما. آمین. روزای خوبی داشته باشیم و هست سوستر برنامه‌تون شروع بشه. ممنون. لطف دارید فرح جان، واقعا چقدر ما رو شاد کردیم با تماستون و صحبتاتون. ما هم امیدواریم که بتونیم در آینده. من قشنگ بلد نیستم حرف بزنم. نه بابا اختیار دارید. ممنون فرح جان، مهم این هست که ممنون ممنون. خدا همراهتون باشه. ممنون فرح جان که با تمام قلب و با سادگی اون چی که در قلبتون بود گفتین و سوالتون رو مطرح کردید. من دیگه جرئت نمی‌کنم شامیران جان. اصلا تمام شد. شامیران دیگه هوادار خوبی دارین. شما لطف دارین خر گلم. و مسئله اینه که شما ایمان قشنگی دارین، به چسب ایمانتون خداوند باتون کار داره. مرسی از تلفنتون، از تشویقاتون و میدونم که خداوند کارهای بزرگی در زندگی شما خواهد کرد. برای همه چی متشکریم. مرسی واقعا برای ایمان قشنگش. میگه نمیتونم قشنگ حرف بزنم ولی ایمان قشنگی داره. خدا این رو میبینه. آمین. خدا رو شکر. خواهشا میرا میدونم وقتمون محدوده و ما ممکنه فرصت نمیشه زیاد امروز بحث و گفتگو بکنیم، ولی میخوایم مطالب شما هم به پایان برسه. ما در رابطه با بشارت صحبت کردیم، در رابطه با اسلحه هایی که ما نیاز داریم هم صحبت شد و میخواید کلی اشاره بکنید به اینکه چه موانعی گاهی وقت سر راه بشارت. اینا رو من خیلی سریع میکنم میگم. خب ممکنه بعضی موقع در بشارت ما موانع باشه، موانع شخصیتی داشته باشیم، خجالتی باشیم، یکی کمالگراست، یکی خجالتی، یکی درونگراست، یکی برونگراست. باید قبول بکنیم اینا رو شخصیتمون، رو بشارتمون، شخصیتمون اثر خواهد کرد و خیلی خوب خواهد شد که ما رو این اگر میدونیم چی هست رو اون کار بکنیم و از خدا بخوایم که رو شخصیت ما کار بکنیم. موانع مذهبی ممکنه باشه، با افرادی صحبت بکنیم که از مذهب ما نباشن، مذهب دیگه باشن، یه مقدار اطلاعاتون رو در اون مسئله زیاد بکنیم. موانع زبانی ممکنه باشه و کما اینکه خیلی وقتا مردم برای اینکه برن یه کشوری بشارت بدن رفتن زبان اون کشور رو یاد گرفتن، چقدر ارزش قائل بودن. پس بعضی موقع ممکنه موانع بشارتی باشه، ولی مطمئنم در همه اینها زندگی ما موانع رو در هم میشکنه. وقتی که من یک زندگی روحانی خوب دارم، مثل مسیح زندگی میکنم، موانع شخصیتی، مذهبی، اجتماعی، مخصوصا اجتماعی، موانع چارو، موانع اجتماعی، بعضی موقع در یک اجتماعی یک بچه کوچیک اجازه نداره به یک بزرگتر یک نصیحتی بکنه. اصلا در اجتماع این چیز نیست. در نتیجه اگر یکی تو خانواده کوچیک ایمان آورده، اصلا به خودش جرئت نداره به بزرگتر بگه که مسیح این کارو برام کرده. یک مانع است واقعا. ولی زندگی بر همه اینا غالب میاد. زندگی ما مسیح، یعنی وقتی که مسیح وارانه، مسیح گونه، مسیح پسندانه زندگی بکنید، باور کنید خیلی بلندتر از تمام صحبت‌های ما حرف خواهد زد. این موانع رو در هم خواهد شکست. موانع هست ولی باید غالب باشه. یه وقتم پخرشم میدونم خیلی وقت کمه، ولی ممکن دوستانی که برنامه رو نگاه می‌کنن فکر کنن یکی از موانع وجود جامعه‌ای هست که در اون هستن. میدونیم در بعضی جوامع محدودیت هست برای بشارت دادن و ممکنه بعضی از دوستان برنامه رو نگاه می‌کنن کمی احساس عذاب وجدان بکنن که ما نمیتونیم به آزادی بشارت بدیم. همون موانع اجتماعی دیگه، تو اجتماعی هست و شما برای این موضوع پیشنهادی خواهین داد بعداً برای افرادی که در چنین شرایطی هستن که آزادی ندارن یا محدود هستن در دادن بشارت. در چنین جایی، در جایی که من نمیتونم راحت بگم، بهترینه که من بتونم خیلی خوب زندگی بکنم. کلام میگه علت رو خواهند پرسید. شاید یکی بیاد به من بگه که در محیط کار تو چقدر آدم درست و صادقی هستی، تو چقدر آرامش داری، در سختی ها تحمل میکنی. اونجاست که فرصت بدم که منم مثل شما انسانم، ولی کسی رو دارم در زندگی این کار رو برای من کرده. اون موقع فرصت خواهد بود با زندگیمون و اون موقع میتونی بشارت بدیم. و لازم نیست اگه یه جایی خطر داره من بخوام، بالاخره از خدا بخوایم، چون روح القدس روح حکمت، به اون حکمت خواهد داد. آمین. چقدر عالی. و اما خرش میرن اگر میشه کمی کوتاه نگاه کنیم به اینکه حالا چطور بشارت بدیم، اگه چند تا راه عملی هم بدیم که دوستان بتونن از این طریق هم استفاده کنن. حتما اول این چیز که زندگی خودمون در نور باشه، نور و نمک باشیم. مسی در متی 5 وقتی نور نمک باشیم، خود به خود ما بشارتمون رو شروع کردیم. با مردم دوست بشیم، ایجاد علاقه بکنیم، یک صحبت خیلی صمیمی و صحیح و طبیعی داشته باشیم. نمیتونیم ما خیلی با کلمات بزرگ و قلمبه سلمبه و الهیاتی شروع کنیم، نه، خیلی طبیعی با مردم شروع کنیم. مؤدب باشیم، احترام بذاریم، محکوم نکنیم، اعتقاداتشون رو زیر سوال نبریم،
به سخنانشون گوش بکنیم، دوست خوبی باشیم. و روش تحسین کردن رو من خیلی دوست دارم. پولس وقتی که در افسوس وارد میشه چقدر قشنگ میگه، میگه شما یک بوتی دارید اسم یک بوت ناشناخته است، میبینم که آدمای مذهبی هستید، میخواد غیر مستقیم بگه میخواد خدا رو بپرسید ولی نمیدونید چه خداییه، داره هم ایمانشون رو تحسین میکنه هم از این ور بشارت رو میگه، ولی این خدای ناشناخته ای که شما میدید میپرستید این نیست، این هست. در چه ما میتونیم کار کسی کار خوب میکنه، کار نیکوکاری میکنه، نیکوکاری خیلی خوبه، ولی بالاخره با یک تحسین شروع کنیم. یک چیز خوب داره به مردم میرسه، دل خوب بخشنده داره، اهل دعاست، با اون چیزی که خوب داره شروع کنیم و میتونیم خوش رو باشیم، رفتار خوب داشته باشیم. طرح سوال، روش طرح سوال، فیلیپوس رو میبینید در جریان خواجه سرای حبشی، بله. یک سوالی میکنه، اون چی که میخونه میدونه، میگه نه چطور بدونم اگه کسی برای من نباشه. پس این روش خیلی ما رو کمک میکنه این مسائل، با اینکه خیلی زود رفتیم ولی کمک میکنه که ما رو بتونیم. پس داشتن حکمت خیلی خیلی مهم است. و احترام. دقیقاً. و اتفاقاً تو کولسیان 4 5 تا 6 هم در جنبندی این قسمت از صحبتتون قشنگ پولس میگه با مردم بیرون حکیمانه رفتار کنید، از هر فرصتی بیشترین بهره رو بگیرید، سخنان شما همیشه پر از فیض و سنجیده شده باشد تا بدانید هر کس را چگونه پاسخ دهید. در قدیمی میگه من خیلی کلمه رو دوست دارم، اصلاح شده به نمک باشه. نمک باشه. چقدر زیبا، چقدر عالی. یعنی هر گونه چرک و مرک و گند و فلان همه رو بنداره و با مزه‌اش بکنه. نمک مزه هم میده. چقدر عالی. خواهشم قبل از اینکه با یک تنفس دیگه بریم، میخواید بگیم پاداش بشارت چی هست؟ چه چیزی به ما انگیزه میده که بشارت بدیم؟ حتما از یک آیه هست در دانیال 12 آیه 30، میگه کسانی که بسیاری رو به راه راست هدایت کردند یا میکنند چون ستارگان خواهند درخشید. ما باید بدونیم که اجر خواهیم داشت. و همینطور مکاشفه 22:12 میگه خدا من اجر خواهد داد، پاداش ما رو خواهد داد، با مسیح سلطنت خواهیم کرد. و بدونیم اگر حتی یک آیه هست در رومیان فکر میکنم میگه حتی یک آب، یک لیوان آب به کسی بدیم خداوند اون رو میبینه. پس اجر ما همین که خواهد بود، ستارگان خواهیم درخشید. چی؟ به نظر من برای من کافی همطور که با مسیح باشم سلطنت کنم، برای من کافیه. خداوند هر کاری رو، هر اعمالی رو در مکاشفه میگه پاداش خواهد داد. اگه اعمال بد ما را جزا که بده، برای اعمال نیک آدم و اعمال خوب ما پاداش خواهد داد. برای بالاخره پاداش حیات جاودانی هم که هست، با بودن با مسیح هم هست، اینه که ما این کار رو بکنیم و بشارت، نه صرفاً به خاطر بشارتش ما بشارت بدیم. چون وقتی که من خودم در شرایطی هستم که خدا من رو نجات داده، مثل این میمونه که من بیماری سرطان بوده، کسی من رو شفا داده، یه دکتری، دلم خواهد همه اونا که سرطان هستن بهشون بگم این دکتر من رو شفا داده. ما یک گناهی، یک سرطانی داریم همه ما، مثل گناه که مسیح فقط چارش. در نتیجه باید بگیم به دیگر. پس اون آیه که فرم بودید در دانیال 12:3 بود. 12:3 هست. خواستم که تکرار بشه برای عزیزان که بدونن کدوم 12:3 که میگه مثل ستارگان خواهند درخشید. پس خواهش آمیره، این که بعضی میگن که افراد خاصی عطیه بشارت دارن، این درست نیست؟ یا افراد خاصی به طور خاص عطیه بشارت رو دارن ولی بشارت مأموریتی است که ما همه ایمان دارن بعد درش سخت بشه؟ ما میتونیم همه، ولی بعضی به طور خاص عطا دارن که تو هر جمع، تو هر جا، تو هر، یعنی موانع رو غالب بیان. این چهار تا موانع، بعضی این عطا رو دارن. شاید من این عطا، مثلا بعضی میرن تو خیابون نیستن، میگن شاید همه ما این عطا رو نداشته باشیم، ولی ما همه این عطا رو داریم. در خانواده نور و نمک باشیم، در دوستان بگیم، شهادت زندگیمون رو بگیم، یک دوست رو پیدا کنیم بهش بگیم. به نظر من به همه ما داده شده و اگه زندگیش بکنیم، باور بکنید بدون که بگیم مردم متوجه خواهند شد. وقتی ما زندگی بکنیم بشارته، بشارت ماست. همه ما باید این زندگی رو داشته باشیم، ولی خب به طور مخصوص بعضی عطای مخصوص دارن در بشارت که بر موانع غالب میان و خیلی راحت هستن و خیلی باز هستن، خیلی راحت میتونن با مردم، باز برمیگرده به شخصیت، خیلی اجتماعی هستن، خیلی راحت ارتباط برقرار میکنن و عطای مخصوص داره مثل شفا. شاید همه عطای شفا رو ندارن، بعضی به طور مخصوص شفا میدن، همینطور برای بشارت هم هست. چقدر عالی. من منتظر هستم آقای کارگردان بگن که آماده هستم ما برای نگاه کردن ویدیوی کلیپ
بله هستم. پس دوستان عزیز میریم یک ویدیو کلیپی رو مشاهده میکنیم و برمیگردیم به برخی از پیامک ها و سوالات شما میپردازیم. به امید خدا فرصت بشه خرشمیرا مطلب آخرشون که در رابطه با سختی ها در زندگی ما هست عنوان کنن. پس با ما همراه باشید. دوستان ممنون که تا الان با ما همراه بودید. ما در رابطه با عوامل رشد روحانی با خرشمیران عزیز بحث و گفتگوی جالبی داشتیم در رابطه با مقوله اهمیت مشارکت مسیح و بعد از اون هم در رابطه با اهمیت بشارت صحبت کردیم. قبل از اینکه خرشمیران در رابطه با مبحث بعدی با ما صحبت کوتاهی داشته باشن میخوایم چند تا از پیام‌های تشویقی که شما عزیزان لطف کردین فرستادین رو بخونیم. بعدم میتونن عزیز خواهش میکنم پس من وقتو تلف نکنم از خواهر پروانه بسیار عزیز تشکر میکنیم که فرمودن سلام دادن خدمت خرشمیران روزیتا و من و فرمودن ما رو خیلی دوست دارن و تشکر میکنن از بابت برنامه‌های پربرکتی که به فیض خود ما داشتیم. ما هم خواهر پروانه شما رو خیلی خیلی دوست داریم. مرسی. مرسی واقعا ممنون. همچنین سامیه عزیز از طریق تلگرام لطف کردید برای ما پیام فرستادین، گفتن کشیش میلتن فوق‌العاده هستند
و بانو شمیران عزیز که بسیار متین هستند و آیات رو که از حفظ میگم من کیف میکنم. برنامه هایی باشد با حضور این زوج نازنین که در مورد آسوری های عزیز و مسیحیت و منابعی که در تاریخ اونها بوده ارائه بدن. واقعا ازتون ممنون میشم. درخواست ایشون هم ارائه دادن. نمیدونم نظر شما عزیزان چی هست در این رابطه. اتفاقا جالبه چون من نگاه میکنم یه بیننده آشوریه دیگه که قبلا هم البته خواهیم خوند مطلبشون رو که ایشون دیگه آشوری هستن، بازم دارن همین رو میگن و این داره تایید میکنه و من وظیفه خودم میدونم که حتما به مسئولین این مورد رو برسونم که در رابطه با آشوری ها ارامنه که از اقلیت های کشور ما ایران هستن حداقل برنامه‌ای نمیدونم شاید ماهی بار باشه نمیدونم شروع بکنیم مثلا به زبان آشوری. پس میخواید من مال دوست دیگه ای رو هم که در این رابطه گفتن بیننده که از طریق وایبر گفتن سلام خدمت برنامه و مجریان محترم کشش میلتن و روزیتای عزیز، ما عرض سلام داریم. به عنوان یک بیننده مسیحی ایرانی آشوری و طرفدار برنامه های شما مایلم از شما تقاضا کنم که برنامه های به زبان آشوری و خواندن انجیل به زبان آشوری و تفسیر آن به فارسی و حتی استفاده از تاریخدانان الهی آشوری و متعلق به کلیسای شرق آشوری که نزدیکترین کلیسا به کلیسای قدیم فارس میباشد در کنار بردن میلتن استفاده کنید. استفاده از انجیل آشوری و آرامی که عیسی مسیح و مردم آن منطقه در آن زمان صحبت می‌کردند، کمک برای بازگشایی برخی رموز انجیل که به زبان‌های دیگر تا حدی نامفهوم هستند را کمک می‌کند. خداوند به شما برکت بدهد. آمین. پیشنهاد جالبی بود برای میتن عزیز. بله، میرسونیم به مسئولین و بعد دیگه ببینیم چی خواهد شد به فیض خدا که بتونیم این کار انجام بدیم. بله. اما میرسیم به پیامک فراخانوم عزیز، طرفدار شمیران دیگه منو گذاشتن در اون جایی که دیگه اذیت نکنم شوخی میکنم. فرا جان مرسی، چون پیغام شما رو نمیخونم به خاطر اینکه دقیقاً شما همون پیغام رو به صورت صوتی و تلفن فرمودید و تشکر میکنیم واقعا از شما. بله. امینای عزیز هم بله امینای عزیز ممنون از پیامتون. گفتن تشکر از خواهر روزیتا، خواهر شمیران و بعدم میلتن. ما بسیار از شما برکت گرفتیم. فیض مسیح با شما تا ابدالآباد. ممنون امینا جان. دوستان ممنون برای پیام‌های تشویقی که میفرستیم، مطمئنم باعث قوت قلب خواهد شد. و همچنین برخی از دوستان سوالاتی کردن بعدم میلتن، اگر اجازه بدید قبل از اینکه به بحثمون ادامه بدیم از خواهر شمیران بپرسیم. حمید عزیز از طریق تلگرام خواهر شمیران پرسیدن سلام، سوال دارم آیا برای کسی که غسل تعمید میخواد بگیره باید حتما توسط کشیش در کلیسا باشه یا نه؟ خب به نظر من اگه جایی کشیش باشه خب حتما باید از طریق کشیش انجام بشه طبق کلام خدا، ولی اگر جایی دسترسی به کشیش ندارن و نیست و سختی هست، حالا اگه این عزیز از ایران باشه طبیعتاً یه مقدار مشکلات خواهند داشت، به نظر من، البته نظر من هست، اگر یک پیشکسوتی، یک ایمادار قدیمی، یک کسی هست میتونن از اونها استفاده بکنن برای مسئله تعمید، هیچ اشکالی نداره. وقتی که در کلام میبینیم پولس و پتروس اینقدر مهم بودن، فیلیپوس یک جایی میره خواجه سرای حبشی مار میاره همونجا تعمیدش میده، دیگه نمیگه حالا صبر کنم پتروس باشه پولس باشه. در نتیجه اگر شرایط سخته و هیچ کس نیست، کسی دیگه حتی جاهایی دیده من شنیدم که خودشون حتی به نام پدر پسر روح القدس یا تو حوض یا تو بدیم دوان حمام خودشون، و خداوند همون رو میخواد، چون ما میخواد قدم اطاعت رو برداریم. اون خیلی مهمه، اون رو میخواد. و این در رابطه با حتی شرکت در عشای ربانی هم میتونه درست باشه اگر کسی نیست بهشون عشا بده. هیچ کس نیست خودشون، ما اون سری که برنامه داشتیم عزیزان یک زن و شوهر خودشون در خونه نشسته بودن و این کار رو انجام دادن، و مهم اینه که ما به یاد به یادگاری بالاخره جایی اگه باشه خادمین باشن خیلی بهتره، ولی وقتی که نیستن طبیعتاً میتونن دو نفر که هستن. خیلی ممنون حمید عزیزم. خواهر شمیران گفتن لطفاً تشکر مخصوص مرا به بردمیتن و خواهر روزیتا به خاطر اجرای خوب و پربرکتشون برسونید. ممنون، خدا بهشون برکت بده. همچنین از خواهر شمیران البته ما هم تشکر داریم خواهر شمیران. و همچنین مارکوی عزیز خواهر شمیران پرسیدن از طریق وایبر که آیا پس از اعتراف به گناهان که در مبحث قبلی فرمودید در رشد روحانی ما چه اثرات و یا چه نشانه هایی طبق کلام پدید می آید؟ سوالشون این هست که پس از اعتراف به گناهان در رشد روحانی ما چه اثرات و یا نشانه هایی طبق کلام پدید می آید؟ بعد از منظورشون بخشش گناه.
حالا متوجه نشدم، ولی خب فقط اعتراف نیست، اون سری گفتم بعد از ترکه. وقتی که ما اعتراف میکنیم، ترک میکنیم گناهان رو، خب طبیعتاً بعد از اون برکات رو خوندم براشون که چه برکاتی برای قوم بود. خدا دعای ما رو میشنوه، خدا با ما هست، خدا به ما قدرت میده و همینا باعث رشد روحانی میشه. وقتی گناه نباشه ما پیروزی داریم و کلام خدا میاد، اطاعت میاد، فروتنی برداشته میشه. اولی قدم همون فروتنیه. در نتیجه فکر کنم خیلی مطالب پس که الان در وقتش نمی گنجال متوجه سوالش هم صورت نشدن، ولی خب طبیعتا اعتراف به گناه و ترکش برکت رو پشت سرش داره، ولی باید ترک بکنیم. اعتراف خالی هیچ فایده نخواهد داشت اگر همراه با ترک نباشه. بله. چون گفتم یه اونجا جهنم پر خواهد بود از اونایی که افسوس خوردن و اعتراف کردن که آدمای بدی هستن ولی هیچ وقت ترک نکردن و جواب گناه رو. فکر میکنم که جواب رو دادید، ولی اگر مارکای عزیز کماکان جواب سوالتون رو نگرفتید ممنون میشیم باز با ما در تماس باشید. خب خرش میران، قبل از اینکه اگه پیام های دیگه دوستان فرستادن و فرصتی باشه منم مردم میتونم میخواستیم یه چیز کوتاه بگیم، بپردازیم به مبحث سختی ها. سختی ها چه نقشی در رشد روحانی ما دارن؟ حتما رو استجا میدید، ما گفتم احتیاج به محافظه از بیماری داریم و همون سختی ها مشکلات هستن. مشکلات، سختی ها به یک جوری باعث رشد ما میشن، رشد روحانی ما میشن. وقتی ما در مشکلات و سختی میافتیم ناراحت نشیم و غر نزنیم، چون بدونیم که خدا درسی داره به نفع ماست، خدا هدفی داره و همین مسائل باعث رشد میشه. چطور؟ و یکی سختی مشکلات، یکی وسوسه ها. بعضی موقع یک وسوسه میاد، وقتی که ما مقابله میکنیم با این وسوسه و پیروز میشیم، خودش این باعث رشد ما میشه. برای یک وسوسه دوم به ما درس یاد میده که چطور بتونیم پیروز باشیم. باید بدونیم که یک نکته خیلی مهمه، همه ما نکات ضعف داریم و دشمن ما شیطان از همین نکات ضعف ما استفاده میکنه برای اینکه ما رو وسوسه بندازه و یه مقدار رو نکات ضعف زندگیمون، ضعفایی رو که داریم کار بکنیم. چون همین کار کردن رو ضعف ماست که قدرت خدا، پولس میگه قدرت رو در ضعفای ما دیده میشه. وقتی ما روی یک ضعفی کار بکنیم و قوی میشیم، خودش این باعث رشد ما میشه. میگن قدرت یک زنجیر به اندازه اون ضعیفترین حلقه اون هست. بله. قدرت ما به اندازه اون ضعفایی که ما هست، اون ضعف رو قوی بکنیم، قدرت خدا در اون دیده میشه. ولی حالا میخواد یه مقدار نگاه بکنیم که این مشکلات، سختی ها چطور ما رو قوی میسازه. اولین نکاتی که نکته ای که مشکلات و سختی در زندگی ما میکنه، ما رو متکی خداوند میکنه. در سختی ما متکی به خدا میشیم. بعضی شب پیش میاد که نمیتونیم هیچ کاری بکنیم. مزمور 37:39 میگه در وقت تنگی ایشان قلعه ایشان خواهم بود. شکر. مزمور 52:22 میگه مشکلات را به خداوند واگذار و اون تو اون رو حفظ خواهد کرد. همون مشکلات خود رو به خداوند واگذار، اون برای تو حفظ خواهد کرد، حل خواهد کرد. پس مشکلات ما رو به خداوند متکی میکنه. در مشکلاتی که ما به او توکل میکنیم. دوم، مشکلات ما رو فروتن میسازه. وقتی یک جایی میرسیم نمیتونیم هیچ کاری بکنیم، ما رو فروتن میسازه. در دوم تواریخ 23:12 میگه چون در تنگی بودم، یهوه خدای خود را طلب نمودم و به حضور او خیشتن را متواضع ساختم. بله. وقتی که مشکلات، سختی میاد، به حضور خداوند خودمون رو فروتن میسازیم، اونجاست که خداوند وارد عمل میشه. پس ناراحت نشیم از مشکلات، سختی ها میاد، ما رو فروتن میسازه و همین باعث رشد ما میشه. گفتم اولی قدم برای اطاعت خدا فروتنیه. وقتی ما فروتن میشیم، خودم اطاعت بکنیم، همین باعث رشد ما میشه. مشکلات، سختی ما رو از جذب شدن به وسوسه های دنیا باز میداره و ما رو کمک میکنه که تا ما برای این زندگی رو ببینیم. وقتی مشکلات، سختی ها نیست، ما اینقدر به فکر این مسائل نیستیم، ولی سختی ها میاد به ما کمک میکنه و ما رو کمک میکنه که از جذب شدن به وسوسه های دنیا چیز بشیم، جدا بشیم، نریم به وسوسه. در مزمور 50:15 میگه که در تنگی من رو بخوان، تو رو خلاصی خواهم داد و من تو رو خلاصی میدهم و من رو تمجید مینمایی. پس مشکلات، سختی ها میاد که ما جذب وسوسه نشیم و او رو تمجید بکنیم. شدرک میشک ابدنگو رو در سختی بدونیم. بله. جذب وسوسه نشده و خداوند کار کرد. آمه. این میشه رشد روحانی. در وسوسه و سختی ها میاد، به خداوند به چسبی ما رو کمک میکنه. مشکلات، سختی به دوهای ما جا میبخشه، هدفمند میسازه، پویا میکنه. مشکلات خیلی وقت ما زندگی به تبمونی، ذره همه چی راحته، مثل که یادمون میره باید دعا بکنیم.
دیدید یه مشکل میاد میچسبی به خداوند، دعامون دو برابر سه برابر میشه. پس از مشکلات سختی ها نترسیم، چون ما را به دعاهای ما جا میبخشه. امثال 24 میگه اگه در روز تنگی سستی نمایی قدرت تو تنگ خواهد بود. پس در روز سختی نباید ما تنگی سستی بکنیم. پس مشکلات سختی باعث میشه که ما به خداوند بچسبیم، به ما اجازه میده که بیشتر طعم وفاداری خداوند رو بچشیم. در سختی هاست که ما پی میبریم چه خدای نیکو داریم که ما رو کمک میکنه. مزمور 34 آیه 6 میگه این مسکین فریاد زد، خداوند شنید و مرا از جمیع تنگیام خلاصی داد. خدا خدای وفاداری که از جمیع سختی ها تنگی ها رو ما رو نجات میده. و این وفاداری خدا رو ما از عزیزانی که در بندها و زندانها بودن، برده دیباج و خیلی از عزیزان، طعم وفاداری خدا رو در سختی ها در اون سلول تنهایی چشیدن و این شهادت خیلی ها هست. و مشکلات سختی ما رو تشویق میکنه تسلیم نقشه خداوند باشیم، نقشه های خود. آمین. و همین باعث رشد ما میشه وقتی که ما تسلیم نقشه خداوند باشیم. یوسف رو در پیدایش با 45 هفت برادر رو چه نقشه‌ای کشیدن، ولی خداوند گفت همه این فکرها رو به نفع من، اونا برای من بد فکر کردن، ولی خداوند همه اینا رو به نفع من انجام داد. پس خداوند در سختی ما رو میندازه ولی خواهد که میخواد نقشه خودش رو از زندگی ما پیاده کنه، ما رو ترغیب میکنه و کمک میکنه تا با کسانی که مثل ما در تنگی هستن اونا رو کمک بکنیم. همین باعث رشد ما میشه. بله. در دوم قرنتیان 1:4 پولس چی میگه؟ ما رو در هر تنگی تسلی میدهد که ما نیز بتوانیم دیگران رو در سختی و مشکلات تسلی بدهیم. اگه من در مشکلات هستم، خداوند یه کاری برام انجام میده، از مشکلات منو میرهونه که من باعث تسلی یکی دیگه باشم که مثل من در مشکلات افتاده. پس وقتی در مشکلات هستیم ناراحت نشیم، خدا هدف داره و این باعث رشد روحانی ماشه. ما یه قدم بالاتر میریم، از مشکلات و سختی ها درس یاد میگیریم که بریم یه قدم فراتر به اون نزدیکتر بشیم. آمین. پس مشکلات لازم هستن برای ما و برای دیگران، باعث برکت ما میشه و از طریق ما برای دیگران. آمین. خواهش امیران عزیز، پیام های دیگه هست که ما میخوایم بخونیم، ولی قبل از خوندن پیام ها من خیلی خیلی من از شما ممنونم، تشکر میکنم برای مطالب بسیار زیبایی که چه در این جلسه و در تمام جلسات گذشته ارائه دادین، چه در رابطه با مطالب رشد روحانی چه مباحث دیگه. واقعا ممنون. و اما حمید عزیز یک پیامی فرستادن، گفتن خواهر روزیتا یادم رفت از خواهر شمیران عزیز استاد بزرگوار تشکر کنم به خاطر اجرای پربرکتشون، بسیار سپاسگزارم، برکت خدا بر خواهر شمیران گل. و خواهشم به کشیش میلتن بگین قدر خواهر گلمون رو بدونه. بعدم میتونه امروز خیلی پیام میگیرین و قدر خواهر شمیران رو بدونیم. به شما قول میدم حتما هم اینطوری هست. خدا رو شکر. مرسی، خیلی ممنون. مرسی، لطف دارید. آدرینه عزیز خواهر شمیران گفتن با سلام خدمت همه شما عزیزان، من از من یک مسلمانی پرسید از اسلام زده شدم و میخواهم مسیحی بشم، کجا برم تعمید بگیرم؟ من هم به ایشان گفتم فعلا لازم نیست به تعمید فکر کنن، کتاب مقدس را دادم و گفتم بخوانن، اول مسیح را بشناسن و کانال های ماهواره فارسی را ببینن و بعد از همه این مراحل به تعمید فکر کنن. میخواستم ببینم جوابم درسته یا نه. عالی جواب دادن. بهترین چیز اینه که اول باید مسیح را بشناسه و تعمید در قدم های بعدی است. توبه اول هست، آشنایی با عیسی مسیح اول هست و بعد تعمید. عالی جواب دادن و تبریک میگم برای خیلی ممنون. خب بعد میتن از قبل از اینکه ما بتونیم در پایان برای دوستان دعایی بکنیم، ما هم به هر حال در طول این مدتی که بودیم در برنامه پایه‌های ما خاطراتی داریم یا برکاتی گرفتیم، ممکن فرصت بشه خیلی کوتاه اشاره بکنیم بهشون. شما بفرمایید. من دیروزم در برنامه، چون که برنامه همراه با شما بود، ولی خب این برنامه برنامه پایه‌های ایمان هستش، همه ما خاطرات زیادی داریم. برای من همیشه هیجان بوده برنامه‌های زنده، همونطوری که میدونید خب برنامه‌های زنده بوده. یکی از خاطرات زیبایی که دارم با همه معلمین گرامی و عزیز، ولی به طور مخصوص با برادر عزیزمون آرمان بوده که شما هم تشریف داشتید. برای من خاطره انگیز بود. بله، برادر آرمان، چون معمولا میدونید که خیلی میگم مثلا چیز غذایی میارم، ما هم اتفاقا گرسنه میکنه در حین برنامه، ما خودمون رو داریم میخوریم که تو بعد مثلا نخودچی و نمیدونم ماهیچه و این و اون و زوبیا و حواسای دیگه، مثلا میگن که اگر حالا بود و یا من یادمه که یه بار که برنامه داشتیم یهو گفتم که میلتن برو یه خود زوبیا و بامیا بگیر، بعد زوبیا نبود و بامیا گرفتم، یادمه که نبودن از این مغازهای ترکی که دور و بر ما بود. برای اگه یادتون باشه من به
کارگردان متهم برنامه گفتم که متوجه نشن، آوردیم اونو گذاشتیم زیر صندلی شما اگه خاطرتون بله، باشه بله، و بعد آمان هم اصلا حواسشون نبود و طول برنامه گفتن اتفاقا ایشون درست اشاره، یعنی من دل تو دلم نبود که نگه نخود چی، نگه یه چیزی دیگه فلان، درست اتفاقا زدن ایشون بخواد بدونی که بدونن بله. بعد فرمودن که حالا چی میچسبه به اون صورتی که میپرسیدن، گفتش که بامیه، که من گفتم بینندگان عزیز شاهد باشید من همین حالا، و بعد ایشون که نمیدونستن خم شدم و خاطرتون باشه بله واقعا این بامیه رو دادیم به ایشون و ایشون واقعا شوکه شده بود و نشون به این نشونی که رفتیم یه ویدیو دیدیم اومدیم دیگه بشقاب خالی شده بود واقعا یادش بخیر این یکی از خاطرات زیبای من است واقعا برای منم خیلی باعث شادی بوده و چقدر من جمع روزای پنجشنبه مون همیشه گفتم دوست دارم چون واقعا خیلی تیمی با هم متحد هستیم من و شما همچنین با تک تک مهمانان با آقای کارگردان که واقعا چقدر فروتن و متین هستن و چقدر به نظرات ما احترام میذارن ممنون از آقای کارگردانم برای تمام زحماتی که کشیدن پشت صحنه و تیم فنی که واقعا هر کدومشون زحمت کشیدن آقای فیلمبردار صدا بردار کمک کارگردان و بقیه واقعا زحمت کشیدن بردن میتن در این دوران و تمام مهمانان واقعا برادر آرمان عزیز با مطالب الهیاتی که درس دادن خواهر لوئیز عزیز و در امیر بزبجو و خواهر شمیران عزیز واقعا بگم تک تک این معلمین هر کدوم به قول شما هر گلی بودن که بوی زیبای خودشون رو داشتن با روش‌های خاص تعلیم و من شخصا خیلی یاد گرفتم خواهر شمیران عزیز من از درسای شما چه در بخش حوزه درسای خانوادگی که قبلا با هم بودیم مجری بودم افتخار داشتم و چه تمام درسایی که دادین در رابطه با انضباط مسیحی رشد روحانی چقدر شما سیستماتیک و زیبا مطالب رو بیان کردین و واضح و فکر کنم دوستان هم این تجربه رو داشتن و همچنین معلمین دیگه واقعا بله. خیلی دقیقاً منم اینو باور دارم قبل از اینکه من بازم ادامه بدم چون که وقت دعاها خواهیم داشت نرگس خانوم هم یه پیغامی دادن که شاید روستا جان بعدا شما بله اینو بخونید شمیران در این مقطع در این روز به هر حال میدونیم که نه آخرین ولی به فیض خداوند حتما خواهد بخشید که بازم بیایم در خدمت بینندگان مثلا از طریق شما باشیم چه چیزی دارید برای بینندگان عزیز ما بگید اولین چیز که خیلی دوستشون دارم خیلی باعث برکت من بودید چرا چون حتی در تهیه این برنامه ها و نوشتن مطالب خود من چقدر یاد گرفتم خود من چقدر رشد کردم رشد روحانی بوده ولی خودم شما باعث شدید که من هم رشد بکنم و خیلی خوشحالم و حقیقتا برای این مطالب برای اول خود من بوده تا شما خود خودم داشتم یاد میگرفتم و خدا من با قلب من صحبت میکرد و واقعا خوشحالم که اگه باعث برکت شما بودم از تشویقاتون عزیزانی که به هر نحوی مرا تشویق کردید مسیج دادید رو فیسبوک رو پیغام هایی که دادید واقعا میخوام ازتون تشکر بکنم بخاطر که تشویق کردید بله. واسه تشویق من بوده و من خوشحالم اگه بتونستم واسه برکت شما بوده باشم ولی مطمئنم خودم از اینجا میگم که شما واسه برکت من بودید شما بودید که من باعث بوده که من برم تحقیق کنم بخونم و مطالب بیارم باعث رشد خود من بوده حقیقتا از همه شما میخوام تشکر کنم خدا برکتتون بده و اون تخم و بذری که کاشته شده در این چند سال دعای من اینه که به فیض روح القدس ثمر ببخشه در زندگی شما آمه. و روزی ما ببینیم که خادمین بلند شن از عزیزانی که شنیدن و واسه برکت مسیح بشن آمه. چقدر عالی منم واقعا از طرف خودم از معلمین برادر امیر عزیز و لوئیز گرامی و همچنین برادر آرمان و شما شمیران در برنامه البته همراه با شما من چون در پایای ایمان در برنامه همراه با شما بودم از کارگردان عزیز بخصوص کارگردان پایه های ایمان و همچنین عزیزانی که پشت دوربین هستند و صدا برداران همه عزیزانی که به نوعی کمک کردن از شما هم روزتا جان من میخوام خیلی تشکر کنم چون که قبلا هم این موضوع رو با شما صحبت کردیم که براتون مشکلی نیست که خب شما یه مشکلات بدنی دارید در مخصوصا صداهایی که میشنوید که بینندگان عزیز میدونم ولی برای من هم شما موجب برکت بودید نمونه ای بودید واقعیت رو دارم میگم نمونه ای بودید که علی رغم تمام این مشکلات اومدید با اشتیاق مخصوصا
با پری اومدید. همیشه من برگ‌های شما رو می‌دیدم خیلی قشنگ پر از مطلب و چالش برانگیز. یاد گرفتم همیشه از شما هم یاد گرفتم از مهمانان. بله. فکر کنم بعدم میتونن این عشق خداوند در قلب ما نسبت به بینندگان که در هر وضعی هستیم دوست داریم فرصتی باشه شما عزیزان رو خدمت کنیم، با بیماری بدون بیماری. بله. واقعا این بار قلبی هست. منم از بودن با شما خیلی لذت بردم و از شما و مهمانان واقعا یاد گرفتم. یه نفر میگفتش که اینو بگم بعدن یه نفر میگه با بیماری بدون بیماری هللویا، همین هللویا لفظ ابریس عزیزان یعنی خدا رو شکر. من فقط خیلی سریع به بینندگان عزیز بگم که میخوام بگم این رو که میدونم داره وقت میگذره، به فیض خدا از مهر که به بعد میایم برنامه افتخار داده شده به من که برنامه زنده باشه در رابطه با موضوعات اعتیاد. اعتیاد وقتی که میگیم در ایران فقط به نظر میرسه مخدر، ولی از هر نوع اعتیاد، اخلاقی، رفتاری، کرداری، هر چیزی که شما فکر کنید، و روی همین برای این تعطیلاتی که داریم، ما تعطیل نیستیم، میریم روش کار بکنیم، به فیض خدا خواهیم بود. بس از حالا میگم آماده باشید اگر در خانواده‌هاتون همچین گرفتاریایی هست، در خودتون، من در خودم، و منتظر باشیم که خداوند کار بزرگ خودش رو انجام بده. واقعا تشکر میکنیم از تمام شما عزیزان که ما رو یاری دادید و شما بیننده هستید و برنامه های ما به خاطر شماست و ما هم برای شما آنچه رو که از دستمون بر بیاد خواهیم کرد. آمین. بعدم این عزیز فکر میکنم که ممکنه وقت نشه ما برای تک تک عزیزان با موارد دعا کنیم چون وقتمون محدود. فقط اجازه بدین دو تا پیام تشویقی هم من برای خرشمیران بخونم. نرگس عزیز از طریق وایبر خرشمیران گفتن سپاسگزارم، سپاس از خرشمیران، معلمی برازنده ایشان هستم. ما موافقیم با شما. آدرینه هم گفته خیلی ممنون از توضیحات خوبتون، همیشه از برنامه‌هاتون برکت میگیرم، خدا هم شما را برکت بدن و همیشه شاد و سرحال باشید. و باز آدرینه عزیز گفتن دوستان من هم مثل آشوریه عزیز میخواهم خواهش کنم، دوستان من هم مثل آشوریه عزیز میخواهم خواهش کنم برای ما ارامنه هم به زبان ارمنی برنامه تهیه کنید. آدرینه جا منم ارمنی زبانم، آمین میگم به درخواست شما. من خودم ارمنی برای ارامنه انجام. شما ارمنی بلدین. این کست پانه رو کانم سرها. آمین. مرسی آدرینه جان و ممنون از تمام دوستان برای پیام‌های تشویقی. و اما اگر فرصت باشه بعدم میتن عزیز دعایی بکنیم برای بینندگان. بله. برای کشورمون. بله. ایران و برای آینده برنامه‌های صد سبه. بله دقیقا، من اتفاقا میخوام احتراماً شما عزیزان شروع بکنید و نهایتا من تموم بکنم. فکر میکنم بعدم میتن ممکنه وقت نباشه امروز تک تک دعا کنید. بله فقط برای دعای کلی بکنید. پس اجازه بله. بدید من فقط اسامی رو بگم. بله. و بعد چشمت من هستی عزیز و آقای علی، خانم شعلا، نوید، بیننده محترمی، آقای روح الله، افت، حمید، پروانه، امیر، امینا، شما عزیزان درخواستایی کردید در رابطه با بیماری، مشکلات، مسائل و هر چی که هست. آن چیزی که لیست هست خداوندمون داره میبینه. پس با عزیزان متحد میشیم، شما هم با ما متحد بشید، عزیزان ما هم در این واحد متحد هستن. پدر آسمانی در نام خداوندمون عیسی مسیح تو رو شکر میکنیم. واقعا سپاسات میگوییم، حمدت میگوییم که این افتخار رو دادی که بینندگان عزیز ما را خدمت بکنیم. و تو رو این رو از تو داریم و دعا میکنیم برای لیست دعامون، برای بینندگان عزیزمون، آنچه که در قلبشون، درخواست قلبیشون هستش، دعا میکنیم با اونها ببخشی. شفای روحی، روانی، جسمی از هر چیزی، گرفتاری ها، ناراحتی ها و هر چیزی که هست. ای خدای زنده، ای قادر مطلق، ای مالک آسمان و زمین. و دعا میکنیم بعد که برمیگردیم با قوت روح تو برگردیم برای جلال اکرام نام تو. بینندگان عزیزمون هم در این مدت به دستای مبارک تو میسپاریم و در خدمت این عزیزان هستیم. در نام خداوندمون عیسی مسیح دعا میکنیم برای جلال اکرام نام تو. آمین. 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 بینندگان عزیز فقط خیلی سریع در این ثانیه‌های آخر خدمتتون عرض بکنم که خیلی وقتا کتاب دارید، خیلی وقتا شما میتونید ایمیل هم داشته باشید. از این برابر مطالبی رو که ما میگیم مثلا شمیران میتونید درخواست کنید و من میتونم پی دی افشون رو برای شما بفرستم. آخرین آیه رو میخونم، مزمور 34:19 میفرماید مشکلات انسان خوب زیاد است اما خداوند او را از همه مشکلاتش میرهاند. فردا جمعه خوبی داشته باشید. شما رو میبوسیم و به خداوند بسپاریم. شب بخیر. شبتون بخیر.